وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در سوریه عملیاتی انجام داده که هدف آن محمد انوازی معروف به جان جهادی بوده است. به گزارش CNN، پتر کوک سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه 21 آبان ماه در بیانیه اعلام کرد این عملیات در روز پنجشنبه و در رقه سوریه انجام شده است. رقه منطقه مرکزی تحت کنترل داعش است. محمد انوازی که گفته می شود متولد کویت و شهروند بریتانیاست، در شماری از ویدیوهایی که نیروهای گروه داعش در حال سربریدن گروگانهای خود بودند حضور داشت. در حالی که مقامهای پنتاگون به طور رسمی هنوز اعلام نکردند که محمد انوازی در این حمله کشته شده یا نه، یک مقام بلندپایه آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به CNN گفت مقامهای دولت آمریکا مطمئن هستند که وی در این حمله کشته شده است. یک مقام دیگر آمریکایی نیز گفته است محمد انوازی در خودروی خود هدف یک پهپاد قرار گرفت. بنابر اعلام پنتاگون، محمد انوازی در ویدیوهای منتشر شده از سربریدن استیون ساتلاف و جیمز فوری خبرنگاران آمریکایی، عبدالرحمن کاسیک امدادگر آمریکایی، دیوید هینز و آلن هنینگ امدادگران بریتانیایی، کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی و شمار دیگری از گروگانها مشارکت داشته است. در تابستان سال جاری مقامهای آمریکایی گفته بودند وی در محلی در نزدیکی رقه مخفی شده است. در تحولی دیگر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار ندارد که تحول عمده‌ای در دور تازه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه در وین روی دهد. وی خبر داد مذاکرات با روسیه و ایران، دو متحد رئیس جمهوری سوریه، در خصوص نقش بشار اسد در دوران انتقالی همچنان ادامه دارد و هنوز اختلافات حل و فصل نشده است. قرار است دور دوم مذاکرات درباره سوریه در وین پایتخت اتریش با حضور ایران و 17 کشور دیگر روز شنبه 23 آبان ماه در وین برگزار شود. آقای کری گفت آمریکا پیگیر 3 هدف در سوریه است. اول شکست دادن گروه داعش، دوم تلاش دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در سوریه و سوم جلوگیری از گسترش درگیری‌ها با دیگر کشورها. در همین حال خبرگزاری فرانسه میگوید در نسخه‌ای از پیشنویس طرح روسیه برای بحران سوریه به این مذاکرات تصریح شده است که متحدان بشار اسد در دوره انتقالی 18 ماهه، یعنی برگزاری همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را در اختیار داشته باشند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، چنین طرحی برای آمریکا، اروپایی‌ها و کشورهای عرب غیر قابل پذیرش است. آقای جان کری گفت اینکه از گروه‌های مخالف خواسته شود که به بشار اسد اعتماد کنند یا رهبری او را بپذیرند خیلی ساده، چون این درخواستی غیر منطقی است. پیشمرگه‌های کرد عراقی روز جمعه 22 آبان توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه حکومت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا صبح پنجشنبه 21 آبان عملیات خود را با هدف محاصره شهر سنجار آغاز کردند. خبرها از کشته شدن ده‌ها تن از شبه نظامیان حکومت اسلامی حکایت دارد. پیروزی در سنجار می‌تواند به کردها، نیروهای دولتی و گروه‌های شیعه انگیزه بیشتری در تلاش برای شکست گروه حکومت اسلامی بدهد. بنابر گزارش‌ها، تاکنون کردها 3 روستا را به کنترل خود درآورده و اتوبان مرتبط کننده شهر رقه سوریه به شهر موسل عراق را قطع کردند. رقه و موسل پایگاه‌های اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق به شمار می‌آیند. یک مسئول نظامی آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت پیشبینی می‌کند نبرد برای کنترل کامل سنجار 2 تا 4 روز به طول بینجامد و پس از آن حدود 1 هفته برای تکمیل پاکسازی منطقه زمان لازم باشد. کلونل استیو وارن سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد مستشاران آمریکایی برای دادن مشورت و کمک به نیروهای پیشمرگه در مشخص کردن مواضعی که باید هدف حمله قرار دهند در سنجار حضور دارند.
شبه نظامیان حکومت اسلامی بیش از یک سال پیش شهر سنجار را تصرف کردند. این گروه هزاران تن از ساکنان ایزدی سنجار را کشتند و زنان و کودکان آنان را به بردگی گرفتند. همچنین صدها زن به عنوان کنیز و برای بهره‌گیری جنسی در اختیار جنگجویان حکومت اسلامی قرار گرفتند. روز پنجشنبه مطبوعات ترکیه خبر از طرح ارتش این کشور برای اعزام نیرو به سوریه رو دادن. روزنامه یعنی شفق که موازی همسو با دولت ترکیه داره در این باره مدعی شده که 11,000 نیروی نظامی ترکیه آماده انجام عملیات در سوریه بر علیه داعش هستن. گفته شده احتمالاً زمان این عملیات در اوایل ماه دسامبر خواهد بود. همینطور یعنی شفق گفته که 15 فروند هواپیمای F-15 هم در این عملیات حضور خواهند داشت. از سوی دیگر روزنامه ترکیه یعنی روزنامه خبر ترک هم با خبر مشابه همین مسئله رو مطرح کرده، منتها این روزنامه تعداد نظامیان ترکیه برای این عملیات رو 20,000 نیرو عنوان میکنه و همینطور خبر خودش رو این گونه تکمیل میکنه که دبورا جیمز فرمانده نیروهای هوایی آمریکا عنوان کرده که برای مقابله با داعش تنها حملات هوایی کفایت نمیکنه و باید نیروهای زمینی در سوریه هم وارد عمل بشن. اما روز یک شنبه اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به G20 در ترکیه آغاز به کار میکنه. در آستانه این اجلاس ترکیه گفته که یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس رو به مسئله سوریه اختصاص خواهیم داد و با رهبران کشورهای جهان در مورد آن صحبت میکنیم. آقای اردوغان هم دو روز پیش بار دیگه بر ضرورت ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه تاکید کرده. الان به واقع بحث عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه هم دقیقاً مرتبط میشه با همین موضوع، یعنی ایجاد منطقه حائل. ترکیه میگه برای اسکان آوارگان سوری در شمال سوریه از اعزاز تا جرابلس یک منطقه حائل باید ایجاد بشه و برای اینکه این منطقه از حمله داعش مصون بمانه نیاز است که این کشور از طریق نظامی وارد عمل بشه و این منطقه رو پوشش امنیتی بده. جدا از این موضوع ترکیه میگه داعش در طی مدت در منطقه مرزی ماره نیروهای خودش رو مستقر کرده. همینطور گفته شده بعد از حملات فشرده روسیه در سوریه داعش بیشتر سعی کرده نیروهای خودش رو به سمت منطقه جرابلس هم مرزه با ترکیه منتقل بکنه. چند روز پیش هم آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته بود که اگر نیروهای ائتلاف یک هماهنگی و همکاری یک پارچه‌ای با ما داشته باشند، ترکیه حاضر هست که در یک عملیات زمینی در سوریه شرکت بکنه. رسانه‌های ترکیه همینطور خبر دادن که ترکیه یک گزارش 51 صفحه آماده کرده و قرار هست پیشنهادات خودش رو در مورد حل بحران سوریه در اجلاس G20 با رهبران کشورهای جهان در میان بگذاره. به واقع به نظر میرسه ترکیه در ماهای اخیر با توجه به چالش اروپا در قبال مهاجران غیرقانونی تصمیم داره با استفاده از موقعیت خودش در منطقه و البته شرایط پیش آمده امتیازات لازم رو از این کشورها در قبال سوریه دریافت کنه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران زندانی جنبش سبز روزی آزاد خواهند شد. وی این موضوع را در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفته که از او پرسید دو سال قبل شما وعده دادید که رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی آزاد خواهند شد، آیا شما همچنان به وعده خود پایبندید؟ رئیس جمهور ایران در پاسخ به گفتن این جمله کوتاه بسنده کرده است: آنها روزی آزاد خواهند شد. آقای روحانی در این مصاحبه که روز پنجشنبه 21 آبان و در آستانه سفرش به ایتالیا منتشر شده در مورد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران گفت این مسئله به قوه قضاییه مربوط می شود و نباید آن را به مسائل سیاسی مرتبط دانست. آقای روحانی درباره روابط ایران و آمریکا گفت توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی می تواند روابط ایران و آمریکا را بهبود بخشد، مشروط بر اینکه ایالات متحده از رفتار گذشتهش عذرخواهی کند. وی گفت آمریکا و ایران پس از چندین دهه مناسبات خصمانه می توانند سفارتخانه‌هایشان را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی کنند. آقای روحانی همچنین از واشنگتن خواسته است تا به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کند تا روابط دو کشور بهبود یابد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این توافقنامه می تواند بر آینده اثرگذار باشد تصریح کرد اگر این توافق درست اجرا شود می تواند مبنایی برای تنش‌های کمتر با ایالات متحده باشد و شرایط را برای آغاز دوره جدید فراهم کند. رئیس جمهور ایران در سفر دو روزه‌اش به ایتالیا که از روز شنبه 23 آبان آغاز می‌شود، قرار است علاوه بر دیدار با نخست وزیر و فعالان اقتصادی این کشور در واتیکان نیز با پاپ فرانسیس دیدار و گفتگو کند. آقای روحانی پس از آن برای دیداری دو روزه به فرانسه خواهد رفت. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست گفت طی نخستین سفر اروپایی رئیس جمهوری ایران موضوعات بشردوستانه از جمله مسئله آزادی جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه مطرح خواهد شد. آقای رضاییان خبرنگار واشنگتن پست شهروند ایرانی آمریکایی بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. وزیر خارجه ایتالیا در این حال با اشاره به روابط تاریخی میان ایران و روم باستان گفت از انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد اروپایی رئیس جمهوری ایران استقبال می‌کند. وی تصریح کرد تحریم های سالهای گذشته علیه ایران به کشورهای اروپایی نیز صدمه زده است و در صورت اجرایی شدن توافق اتمی بازار 80 میلیونی ایران با انبوهی از افراد تحصیل کرده شرکتهای غربی را به رقابت خواهد انداخت. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای از نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما درباره خانواده رفسنجانی به شدت انتقاد کرد. چند روز پیش هنگامی که همسر و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی برای ملاقات با فرزند زندانی خود مهدی به زندان اوین رفته بودند، با شماری از اعضای خانواده زندانیان سیاسی دیدار و گفتگو کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 20 آبان در یک برنامه رادیویی به بهانه حضور بستگان زندانیان سازمان مجاهدین خلق در این دیدار، خانواده آقای هاشمی را به همنوایی با مدافعین گروهک منافقین متهم کرد. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای از سناریو نویسان جام جم انتقاد کرد که با چنین برنامه‌ای هدفی جز ارضاء دوستان سیاسی خود و تخریب شخصیت رفسنجانی و انحراف افکار عمومی را دنبال نمی کنند. در این بیانیه خاطر نشان شده معطلی حدود 30 دقیقه‌ای خانواده رفسنجانی در مقابل زندان باعث شد یکی از میان خانواده‌های زندانی از آنها از دلایل حکم مهدی هاشمی بپرسد و خانواده آقای هاشمی هم پاسخ آنها را دادند. در ادامه از برنامه‌سازان جام جم خواسته شده به جای تهیه این گونه برنامه‌ها از مسئولان زندان اوین بپرسند چرا جلوی ماشین حامل یک مادر سالمند را که با پای بیمار به ملاقات فرزندش می‌رفت را می‌گیرند و او را میان جماعتی معترض پیاده می‌کنند. اظهار نظرهای اعضای خانواده رفسنجانی درباره پرونده و حکم مهدی هاشمی پیش از این نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران داشت. در بیانیه اخیر دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه برخورد با خانواده رفسنجانی به انتخابات آینده دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان نسبت داده شده است. در این اعلامیه تاکید شده روی کرده صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه ملی مخصوصاً در ایام منتهی به انتخابات سرنوشت‌ساز اسفند ماه امسال چنان جناحی و برخواسته از دست پاچگی سیاسی است که متوجه نمی‌شوند آنچرا که با هدف تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی انجام می‌دهند به ضرر نظام اسلامی و خیانت به آرمان‌های امام و شهیدان تمام می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشتر نیز این دوره از انتخابات مجلس خبرگان را سرنوشت ساز خواند و اعلام کرد در رقابت‌های انتخاباتی شرکت خواهد کرد. فائزه هاشمی دختر آقای رفسنجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر اینکه در انتخابات حتما ثبت نام خواهم کرد گفت محسن و فاطمه برادر و خواهرش نیز در انتخابات کاندیدا خواهند شد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل آمریکا و ایران انفجار دو بمب انتحاری در منطقه‌ای در جنوب بیروت پایتخت لبنان را محکوم کردند. انفجار بمبی در شامگاه پنجشنبه 21 آبان ماه که دست کم 43 کشته و 240 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در بیانیه‌ای مسئولیت انجام این بمب‌گذاری را به عهده گرفته است.
هر دو انفجار در محله برج البراجنه واقع در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان رخ داد که تحت کنترل حزب الله است. مقام‌های بیمارستانی لبنان می‌گویند که حال شماری از مجروحان این انفجارهای انتحاری وخیم است و احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. به گزارش رویترز، تمام صاحب سلام، نخست وزیر لبنان ضمن محکوم کردن این انفجارها این حملات را غیر قابل توجیه خواند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت حملات انتحاری در بیروت حمایت خود را از دولت لبنان و به ویژه ارتش و نیروهای امنیتی این کشور اعلام کرده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با قربانیان این حادثه آن را به شدت محکوم کرد. وی گفت هدف تروریست از حملات تروریستی تضعیف آزادی و امنیت در لبنان است، امری که مردم لبنان برای دستیابی به آنها سختی‌های بسیاری متحمل شدند. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز انفجارهای بیروت را محکوم کرده است. تعداد عوامل انتحاری انفجارهای پنجشنبه شب بیروت ابتدا 2 تن اعلام شده بودند، اما پس از آن ارتش لبنان در بیانیه‌ای از وجود عامل انتحاری سومی خبر داد که پیش از آن که موفق شود بمب‌های همراه خود را منفجر کند در انفجار دوم کشته شده است. تصاویری هم از این مهاجم انتحاری در رسانه‌ها منتشر شد. برخی رسانه‌ها از دستگیری یک عامل انتحاری دیگر خبر دادند و تصاویری در این باره منتشر کردند. این اطلاعات هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. آنطور که رسانه‌های لبنانی گزارش کردند، مهاجمان انتحاری با پای پیاده خود را به محل انفجار رساندند. مهاجم اول خود را در مقابل مغازه‌هایی که مردم در آنها در حال رفت و آمد بودند منفجر کرده است و دقیقی بعد پس از تجمع مردم برای رسیدگی به آسیب دیدگان، عامل انتحاری دوم جلیقه خود را مقابل مسجد امام حسین منفجر کرد. به نظر می رسد که برنامه ریزی برای این حملات دقیق و طولانی مدت بوده است. این انفجارها پس از ماها آرامش روی دادند. در آستانه سفر آقای حسن روحانی به فرانسه، روز پنجشنبه 12 نوامبر در کاخ سنا محفلی با حضور نمایندگان بهائیان از سراسر اروپا و همینطور نمایندگان مجلس و سناتورها برگزار شد که گزارش مفصل آن را هفته آینده در برنامه زیر آسمان پاریس مشاهده خواهید کرد. اما در حیطه خبری و اهمیت آن، گفتگوی کوتاهی با 2 تن از حاضران در این محل انجام دادیم که البته حضور دوربین تلویزیون در طول انجام مراسم پذیرفته نمی شد. Lucien Crevel, président de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de France. Nous sommes très préoccupés par la situation de nos من لوسیان کرول، رئیس محفل ملی بهایان فرانسه هستم. ما بسیار نگران خواهران و برادران بهایی در ایران هستیم. De soutien aux Bahaïs, un colloque au Sénat. آیا ممکن است نام حاضران و موضوعات مطرح شده را بفرمایید؟ ما شخصیت‌های برجسته چون نمایندگان در مجلس و همینطور استادان دانشگاه و فرهیختگانی را با خود داشتیم و در همین ارتباط باور مجدد داریم که این موضوع یکی از پایه‌های آزادی فردی در جامعه است. اینک باور مذهب باید آزاد باشد و متأسفانه در ایران این امر ندیده گرفته می‌شود. آیا فکر میکنید سفر آقای روحانی به فرانسه میبایستی شما رو امیدوارتر و چاره اندیشی را مشخصتر کند؟ متاسفانه تا این لحظه خبرها امیدوار کننده نبوده. انتخاب آقای روحانی که گفته میشود میانه روست به ما امیدواری میداد، در اینی که میبینیم امروز چیزی تغییر نکرده است. بهائیان ایران از حقوق اولیه محرومند. Les Bahaïs en Iran ne jouissent pas des droits fondamentaux et ils sont toujours persécutés dans leur vie quotidienne. Madame Bayani, vous-même aujourd'hui, vous étiez présent. خانم راشل بنایی، شما نماینده کمیته بین المللی بهائیان در اتحادیه اروپا در بروکسل هستید. شما چه گفتید و شنیدید؟ بهائیان در ایران بزرگترین شمار اقلیت مذهبی را دارند. آنها همواره تحت فشار و آزار از ابتدای قرن 19 در ایران بودند. امروز آزار بهائیان روال هر روزی دارد. خواست دولت چنین است و تمام ارگان ها و مؤسسات چنین می کنند.
1991, le rapporteur spécial des Nations Unies pour l'Iran. در سال 1991 نماینده سازمان ملل نتیجه تحقیقاتش را در جزوه‌ای منتشر کرد که در آن مشخصا دولت با بهائیان مخالفت می‌کند و دست نوشته‌ای به امضای رهبر آقای خامنه‌ای نیز وجود دارد. همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، گزارش جامع‌تری را با محتوای سخنرانی هفته آینده خواهید شنید. پاریس، تلویزیون ایران فردا.